این هم چند رویداد اقتصادی جاده امی فیض آباد کشم ولایت بدخشان قیرریزی و بهره برداری رسید. این جاده 103 کیلومتر طول دارد که قیرریزی آن 125 میلیون دلار آمریکایی هزینه برداشت است. در آینده این جاده میتواند ولایت بدخشان افغانستان را از راه ابریشم به چین وصل کند. محمد قاسم نصراللهی از فیض آباد بدخشان گزارش میدهد. این جاده فیض آباد کشم است که امروز توسط سفیر آمریکا و والی ولایت بدخشان افتتاح شد. این جاده هرچند کارش 2 سال پیش تمام شده بود، اما به دلایل مشکلات فنی کار افتتاحی آن به تعویق افتاد که امروز افتتاح شد. رایان کراکر سفیر آمریکا در کابل میگوید کشورش 1700 کیلومتر جاده را در افغانستان قیرریزی کرده که جاده کشم فیض آباد یکی از پروژه های بزرگ شامل این برنامه است. And elsewhere in Afghanistan, as well as linking Badakhshan. این جاده به دلیل اینکه افغانستان را به کشورهای پاکستان، چین، تاجیکستان وصل میکند اهمیت زیاد دارد. از نظر اقتصادی این جاده زندگی مردم را بهتر میسازد. علاقمند هستیم که مردم بدخشان این مال امروز که رسما تحسین داده میشه به مردم بدخشان، این ملکیت مردم افغانستان است و خاصتا از مردم بدخشان. توقع ما این است که دوش معذفین وزارت فایدامه مردم بدخشان سهم بگیرند تا این دارایی آمار ما به شکل بهتر و واقعی‌تر شد. از سوی دیگر والی بدخشان خواستار تکمیل شدن دیگر پروژه های راهسازی در بدخشان و ایجاد سهولت ها در زمین استخراج معادن این ولایت شده است. این شاهرایی که امروز مراسم تسلیم دهیش ما روی دست گرفتیم، در روند انکشاف اقتصادی و اجتماعی مردم و محیط زیست تأثیر بسزایی داشته و مشکل انتقال اموال و مسافرین کاملا مرفوع گردیده. جاده کشم فیض آباد 103 کیلومتر طول دارد و کار ساختی آن حداقل تا 3 سال به انجام رسیده است. وزارت تجارت و صنایع میگوید اقتصاد بازار ممکن در کشورهای انکشاف یافته بدون دخالت حکومت مؤثر باشد، اما در افغانستان احتمال ناکامی این روند در شماره از بخش ها وجود دارد. مقام های این وزارت میگویند دیدگاه دولت در 10 سال پیش در مورد سیستم اقتصادی در قانون اساسی تذکر یافته، اما این دیدگاه ها با گذشت زمان نیاز به اصلاحات دارد. در همین حال شماره از نهادهای آلمانی و اداره حمایت از سرمایه گذاری افغانستان نشست دوروزه را در مورد آینده اقتصادی این کشور در کابل را اندازی کرده بودند. مسافر قوقندی گزارش می‌دهد. در 2 سال گذشته انتقاد از روند اقتصاد کنونی بازار از سوی نهادهای مختلف و کارشناسان مسائل اقتصادی بیشتر از هر زمان دیگر بوده است. برخی ها به این باورند که مشکل در تطبیق این روند به دلیل نبود قوانین و مراجع نظارت کننده قوی بوده و برخی دیگر این روند را مخالف منافع ملی اقتصادی در حال حاضر می‌دانند. اما این بار وزارت تجارت و صنایع خواهان آوردن تغییرات در دیدگاه 10 سال پیش حکومت افغانستان در مورد اقتصاد بازار است. به نسبتا وروسته پاتې او په حالت انکشاف هیواد کې لکه افغانستان، احتمال د ډیر زیات تاسو په ډیرو سکتورونو کې خپل د مارکیټ میکانیزم په انګلیسي کې د مارکیټ فیلیر وای، یعنی ناکام سی، یعنی صحیح فعالیت ونه کی. په دغه حالت کې که بیا ته دا پالیسی کې شو حکومت هیڅ مداخله ونه کی، هغه به جای دې سه مثبته نتیجه ورکړي منفی نتیجه به ورکړي. در همین حال بنیاد فریدریش ایبرت، نهاد انکشافی افغان آلمان و اداره حمایت از سرمایه گذاری افغانستان سیمینار 2 روزه ای را برای بحث روی اقتصاد افغانستان پس از سال 2014 با حضور شماری از مقام های بلندپایه حکومتی افغانستان، کارشناسان مسائل اقتصادی و مسئولان سفارت آلمان در کابل راه اندازی کرد. با گفته مسئولان هدف از برگزاری این گفتگو ارائه پیشنهادات مؤثر برای بهبود اقتصاد افغانستان به حکومت این کشور می باشد. حکومت افغانستان فعالانه کار کرده تا پالیسی های اقتصادی مؤثر را برای رشد اقتصادی این کشور بسازد. این برنامه ریزی دولت افغانستان قابل تقدیر است و بر اساس این پالیسی ها از کشورهای کمک کننده تقاضا مندیم که افغانستان را در نشست توکیو حمایت کنند و امیدوارم در آخر نشست توکیو با دست پر برگردیم. سفارش هایی که ایجا به پیش روی ما گذاشته شده اینا تقریبا بیشتر از 90% اما پالیسی هایی که عمل حکومت را تعقیب میکنه. این نشست در حال برگزار میگردد که تا 20 روز دیگر توکیو ژاپن شاهد برگزاری کنفرانس بزرگ اقتصادی در مورد انکشاف افغانستان خواهد بود.
در پایان پیشگویی وضعیت آب و هوا را عادل شیرزاد تقدیمتان میکند. بیننده های عزیز سلام، با سپاس فراوان از همکارانم توجه نمایید به پیشگویی وضعیت هوایی کابل و چند شهر مهم کشور که به اساس درجه سانتیگرید پیش بینی شده است. پایتخت کشور ما فردا آفتابی، بلندترین درجه حرارت 32، پایین‌ترین 18. هرات نیز آفتابی است، بلندترین درجه حرارت 32، پایین‌ترین 19. مزار شریف فردا نیمه ابری است، بلندترین درجه حرارت 39، پایین‌ترین 29. جلال آباد فردا آفتابی، بلندترین درجه حرارت 46، پایین‌ترین 29. و سرانجام کندهار نیز آفتابی، بلندترین درجه حرارت 40، پایین‌ترین 25 درجه سانتیگرید پیش بینی شده است. سپاس از همراهیتان. ایام به کامتان. مجموعه خبری ساعت با پایان است. از همراهیتان سپاس. ایام به کامتان. اخبار